بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه جلالت مآب محترم شخصیت معزز وطن ما رئیس جمهور اسبق افغانستان محترم حامد کرزی صاحب، با اجازه جلالت مآب محترم برادر بزرگوار ما جناب دکتر صاحب عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان، برادر عزیز و گرامی ما رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، صلاح‌الدین خان ربانی، رئیس صاحب معزز ولسی جرگه افغانستان جناب رحمانی صاحب، فرزند برومند، تعلیم یافته، متعهد و همون قسم که خودشان میگن پاسدار قهرمان میراث قهرمان ملی احمد مسعود، جناب شخصیت معزز سیاسی وطن ما استاد حاجی محمد محقق صاحب، جناب ارغندوال صاحب وزیر محترم مالیه، جناب احدی صاحب وزیر محترم مالیه، برادر عزیز و گرامی ما معاون صاحب اسبق ریاست عمومی امنیت ملی ادیب صاحب، اعضای محترم مشران و جرگه، اعضای محترم ولسی جرگه، علمبردار راه تعادل و مهربانی حضرت صاحب که واقعا نبودشان حس میکنیم، جناب دکتر صاحب مجددی و تمام حاضرین در این مجلس، ما خدمت فرد فرد شما سلام و درود و احترام تقدیم میکنم. جلالت مآب محترم رئیس جمهور سابق جناب کرزی صاحب یک سنت کوتاهگویی را در این مجلس بنا نهادن و ما به تقلید از اونا کوشش میکنم که متمرکز و کوتاه در امو خط صلح خواهی و دعا و موعظه به خاطر صلح صحبت کنیم. در حال که شما ملاحظات ما را همیشه میفهمین سر از این مسائل که پیچیدگی هایش برجسته میکنیم، اما امروز پیچیدگی هایش برجسته نمیکنیم. با اصطلاح انگریزا نیمه پره گیلاس بالایش گپ میزنیم، نیمه پره دیگه جام بالایش گپ میزنیم، از نیمه خالیش صحبت نمیکنیم. استاد جناب رئیس جمهور سابق دو تا لقب بسیار زیبا، عمیق و ژرف دادن. در سخنرانی های قبلی خود گفتن که استاد هم حلیم بود، به هیک نوشته میشه، و هم علیم بود، یعنی یک نماد از نرمش و یک نماد از علم بودن، یک صفت بسیار ژرف است. استاد بعض پیروایش پیر خردمند میگن، استاد جمعیتی ها برالاوه دیگه القاب رهبر جمعیت اسلامی افغانستان میگن، استاد رئیس بزرگ جهاد و مقاومت افغانستان میگن، و استاد بزرگ یک حوزه تمدنی و یک حوزه سیاسی و قومی میگن. استاد در پهلوی ازی استاد شهید در پهلوی ازی اما القاب رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان بودن و آخرین لقب که خودش آرزو داشت، در راه شمالی یک روز ما می رفتیم با دکتر صاحب عبدالله یک سفر مشترک داشتیم،
یک لوحه بسیار بزرگ در پای عکس استاد نوشته شده بود که خدا شهدا را خودش انتخاب میکند و خداوند خودش استاد این لقب بخشید برش و شهید صلح آخرین لقبی بود که برش داده شد. ما امیدوار هستم و کار و زحمت میکشیم به خاطر تطبیق از این امیدواری که بتانیم گوشه های از حلیم بودن و حلمیت استاد، گوشه های از علمیت و با دانش بودن استاد و گوشه های از تبلور و تابش ملی استاد. شما میفهمین که استاد از یفتل بدخشان است و اینا تانستن در دوره مبارزه خود یک بخش بزرگ قندهار، یک بخش بزرگ پکتیا، یک بخش عظیم از حوزه جنوب غرب، یک گوشه کلان از مشرقی افغانستان، یک بخش بزرگ از شمال افغانستان دور افکار خود جمع کنند. و حال شما میفهمین که جمع کردن در حالت بحران و با تمام اقوام یک رابطه درست و حسنه داشتن و به فرهنگ و زبان و تاریخ و عنعنات از اونا ارج گذاشتن و کلانایشان احترام کردن نمونه از امو حلمیت استاد است که کرزی صاحب برشانی لقب داده بودن. روز ما در یک سفر به قندهار وقتی که رئیس جمهور افغانستان کرزی صاحب بودن مرا با خود به قندهار بردن. در قندهار خطاب به مردم معزز قندهار و بخصوص به جوانایش گفتن که به ملاجه خودشان قندهاریانو، این قندهار یک خطه از خاک و تاکستان نیست. این قندهار که ما میگیم اینجا قبر باباست و اونجا قبر میرویس خان است، این قبرها و زیارتها چند تا استخوان زیر خاک نیست. این قبرها و این زیارتها پایه های هویت و پایه های تاریخ ماست. پس هر کدام از این نماد و سمبول از هویت امروزی ماست که امروز ما را شکل میده که ما دیروز چگونه یک ملتی بودیم و بر چی استوار بودیم. به امو خاطر است که ما عقیدیم به ایست اسم بزرگان و قهرمانان تاریخی ما به اندازه اسم ولایات که در اوج تولد شدن و به اندازه اسم افغانستان بزرگ است. به همین قسم استاد شهید، شهید صلح، تنها یک پیر خرد که با سینه پاره پاره ما او را به خاک سپردیم، تنها یک قهرمان رفته به دل خاک نیست، یک روایت است. و از این روایت و داستان هر قدر که طرفدارایش هم میکشن و هر قدر که طرفدارای از این روایت بالایش حمله میکنن، روایت بزرگتر میشه، ملیتر میشه، باشکوهتر میشه و کشته نمیشه. استاد دبین ما نیست، ولی ندای صلح‌خواهی امروز از سراسر افغانستان تنین انداز است. شما هیچ افغان با شرف پیدا کرده نمیتونید. تکرار میکنم که هیچ افغان با شرف پیدا کرده نمیتونید که مخالف صلح باشه. پس هر کسی که مخالفت با صلح میکنه، او صلحی که در او عزت ما، تاریخ ما، هویت ما، پرچم ما، وحدت ما حفظ شوه، اگر با این اصول کسی مخالفت میکنه، به این مانا که به عنوان یک روح و یک جسم عاری از شرافت است. ولی من بار بار برای شما تکرار میکنم که صلح که ما در او هویت ما حفظ شوه، این هویت یک هویتی است که در یک انتهایش مولانای روم وجود داره
ای رستگار ناگهان، ای رحمت بی منتها، ای آتش افروخته در بیشه اندیشه ها. یک طرفش خداوندگار است که تو سرودها را گفته، یک طرفش ماستیم. ما هویت ما ریشه در مدرسه اکور خطک نداره. ما هویت ما در این نوع قرائتی که از مذهب به ما میگن و تمام هویت ما را میارن کوتا میسازن به 25 سال، ما صاحبی هویت نیستیم. ما یک هویت بسیار قوی داریم. ما در این قسمت با یک نقل قول از استاد صحبتهای خدا پایان میتونم. استاد میگه که مدرسه یک کلمه مقدس است که از این امام ابو حنیفه فارغ شده. مدرسه یک جایگاه مقدس است که از او البیرونی فارغ شده. مدرسه یک مکان مقدس است که از او سعدی فارغ شده. حالا شما ببینین که در طول تاریخ از این مکان مقدس چی ساختن اینا. امروز به نام مدرسه انتحاری تولید میکنن. فراغتشان خشونت است. پس ما هر قدر به ریشه خود تکیه کنیم، جلایش ما، بزرگی ما، تابش ما در داخل و بیرون بزرگتر میشه. بریدن از این هویتی که جناب کرزی صاحب بسیار به خوبی گفتن، از این هویت تقلبی که زیر نام مذهب سیاسی به ما جور کردن، هر قدر از این ما خدا ببریم، تاریخ ما به مو حد شگوفان میشه. شما اگر تاریخ تیموری ها را بخوانین، مدرسه در ارات باستان جایی بود که زن و مرد هر دو تعلیم میدیدن، ولی امروز ببینین که مدرسه امروز دین مردانه ساخته، تا او حد مردانه ساخته، تا او حد مردانه ساخته که کسی از این بین بلند میشه و میگه که ذکر اسم مادر معادل به یک بی‌عزتی است. مگر ما توبه نعوذ بالله از پیامبر کلانتر هستیم که اسم مادرش آمنه بود؟ ولی ما توبه نعوذ بالله از محمد بزرگتر هستیم که اسم دخترش هم میفهمیم، اسم خانمش هم میفهمیم؟ نیستیم بزرگتر. پس این قرائت بدعت در برابرش استادگی یک فریضه و یک دین ماست. و نقطه پایانی ما ای است که صلح انشاءالله میایه و باید بیایه. ما تشنگی با صلح با عزت در سراسر ملت خود احساس میکنم. از هر گوشه افغانستان که ما با بزرگ قوم، با عالم دین، با جوان، با سیاستمدار، با جامعه مدنی میبینیم، تمام از اینا خواهان صلح هستند. ما به کسایی که مخالفت با صلح دارن صدا میزنم که اگر 100 سال جنگ کنین، پس در این نقطه میاین که زیر یک سقف باید به مذاکره بشینین. هر قدر خونه که میریزانین به گناهتان افزوده میشه، به بدعت مبارزتان افزوده میشه، به خاطر که هر تابوتی که میاید در خانه افغان نفرت در برابر شما اضافه میسازه، هر فرزندی که پدر خود از دست میته نفرت در برابر شما از دست اضافه میسازه. بالای ما یک عمله شد، ما زنده استم، اما رفتیم به تک تک کسایی که شهید شدن ما خبرگیری کردیم. یکیش دست نداره، در اردوی ملی دست خود از دست داده، یک تا فرزند داشت از دست دادش. یکیش یک بچهش در اردوی ملی شهید شده بود، دو بچه دیگه داشت، هر دو بچهش در این عمله شهید شده از بغلان است. کس دیگهش یک خانم است که یک فرزند داشت، دو سه تا طفلای خرد داره و خودشان فلج است، در این عمله از بین. امی فخر از این عمله چی است؟ دشمن اصلی ما کیست؟ چونی سنت هم در سخنرانی خود جناب رئیس جمهور اسبق گذاشتن، ما از اونا اجازه میگیرم با کمال حرمت و احترام یک قصه کوتاه را خدمتشان میکنم. ما افتخار داشتم که در حیات مرا برده بودن با خود در هتل سیرینا، در رأس حیات جناب رئیس جمهور بودن، رئیس استخبارات پاکستان و رئیس عسکریشان آمدن و رئیس جمهور برشان گفت که
من همی پاکستان را به اندازه پشت دستم بلد هستم. شما به من لکچر نتین که مشکل در افغانستان است. همی دلیل که در کشور ما جنگ افروختی چی است؟ بسیار خدا ناراحت احساس کرده. کرزای صاحب از جای بلند شد، پرده هتل بلند کرد، گفت اونجا مرغله هل است، تپه های مرغله، و ما گاه و ناگاه دیگرکی در این تپه ها قدم زده. من مملکت تانم مشناسم، برادر خطابت میکنم، همسایه خطابت میکنم، همکش خطابت میکنم، اما امروز به ما بگو که همی دلیل که تو ما را میکشی چی است؟ بسیار خدا ناراحت احساس کردن، گفتن خب او رقم که از خیمه برتان میگیم. اگر با ما توافق کنین سر یک روابط بنیادی استراتژیک، ما طالب در 6 ماه از صحنه برتان دور میسازیم. اما تو جناب رئیس، بعدن رئیس صاحب جمهور از جا بلند شد، امرایشان پرسانی کرد، گفت ما بنیادی ترین حرف را که از یک زمامدار پاکستان شنیدیم در امیز سفر است. چه قسم جور کنیم؟ گفت 2 تا سوال داریم. یکی که آیا اگر ما امیر کرده خودت جور کنیم ائتلاف شمال قبول میکنه؟ جناب رئیس صاحب جمهور بنا به هر دلیل که بود طرف اومدید. ما گفتم رئیس صاحب چیزی به نام ائتلاف شمال وجود نداره، این نام اختراع شده بود. شما زعامت کل افغانستان ندارین، رئیس جمهور افغانستان ندارین، با انگلیسی گپ میزدین. اگر صلح میایی بهانه تراشی ها را ما او طرف میکنیم، شما از کلیت امو خاک به نام افغانستان نمایندگی میکنین، نیست چیزی به نام ائتلاف شمال. یک گپ دیگه شانی بود که رئیس صاحب که چی وقت شروع کنه. بعدن سرنوشت قسمی آمد که ما از حکومت بر آمدم و مذاکرات در او راستا آغاز شد و نتیجه نداد. به خاطر نتیجه نداد که بعضی او خواسته ها غیرت ما را از وسط قیچی میکنه، هویت ما را از وسط تیشه میزنه، عزت ما را سر میبره، خاک ما را منقسم میسازه، داشته های مادی و معنوی ما را از اختیار ما میگذرانه و به او خاطر تا امروز صلح نامده. ما مشکل ما نکد جنوب هلمند است، نکد شرق بادغیس است، نکد ولسوالی چرخ لوگر است. ما یک مشکل بنیادی داریم و در این مذاکرات استادگی ما به عنوان یک ملت واحد، به عنوان افغان و افغانستان، به عنوان نظام و پرچم واحد باعث از این میشه که ما هیچ چیز از دست نتیم و چیزی که به نام طالب و جنگجو وجود داره پس بیاید آغوش وطن خود در زیر یک پرچم، زیر یک سقف، از راه سیاست، از راه دین، از راه مدرسه، از راه مسجد به سیاست بپردازه. در پایان ما از برادر بزرگوار عزیز خود اسدالله خان خالد، وزیر محترم دفاع که با تمام مصروفیتهایی که دارن، با تمام شدت خشونت که در این مملکت است، در ظرف کمتر از 10 روزی دومین بار است که یک مجلس با عزت را امنیتشان تامین میکنن، و از تمام سربازایی که فضای امروزی مدیون استادگی و مدیون مقاومت و خدمت از اوناست، از اونا سپاسگزاری میکنم، و از تمام بزرگایی که امروز تشریف آوردن به خاطر تجلیل از استاد از هر گوشه افغانستان. زیبایی امی خاک امی است که وقتی که موضوع بزرگ ملی مطرح میشه امی شهامت و جرأت و شجاعت داریم که تمام سلایق کوچک سیاسی را زیر پا میکنیم، کلان ما را کلان مشماریم، افتخار ما را افتخار مشماریم، پرچم ما را پرچم مشماریم و زیر یک سقف جمع میشیم. امی زیبایی در بسیاری از مملکت ها وجود نداره و خداوند این زیبایی را و این شیرینی را با تمام مشکلاتی که ما داریم از ما نگیره و زیادتر بسازه. و من الله توفیق.